با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از تلویزیون ایران فردا، تلویزیون جهانی ایران فردا از این لحظه آغاز میکنم و با مهمان گرامی و دوست داشتنی برنامه که میدونم شما بسیار خوشحال خواهید شد، بینندگان عزیز، از دیدن ایشون و شنیدن صحبتهای ایشون، یعنی هادی خورسندی، در خدمت تو خواهم بود و بعد از مقدمه کوتاه میریم به دیدار ایشون در لندن و ببینیم که اونجا چه ها داره میگذره. و قبل از اینکه برویم به لندن میخوام کوتاه اشاره بکنم به مسائلی که در امریکا و پیرامون ما داره میگذره که واقعا سرگیجه میاره. یعنی هیچگاه به گفته بسیاری از تحلیلگران در طول تاریخ امریکا اینقدر اختلاف بین جناح‌های مختلف امریکا وجود نداشته. تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هنوز طرفداران آقای ترامپ معتقدند که در انتخابات گذشته حق آقای ترامپ ضایع شده و او رئیس جمهور قانونی امریکا هست و آقای جو بایدن رئیس جمهور قانونی نیست و با تقلب رئیس جمهور شده. به دنبال تشکیل اون کمیته بررسی حمله به کاخ کنگره توسط عده‌ای، در واقع میشد گفت چاقوکش و چماق به دست و مسلح و تناب دار به پاکن و غیر و ذالک، کمیته تشکیل شد برای بررسی پشت پرده های هجوم به این امارت کنگره و 90% شاید بتونم بگم 100% کسانی که آمدن اونجا و شهادت دادن کسانی بودند که تا قبل از حمله به کنگره با آقای ترامپ همکاری میکردن، در مبارزات انتخاباتیشون، انتخاباتی ایشون باشون همراه بودن و نزدیکترین افراد حتی داماد و پسر او آمدن و اطلاعاتی رو در اختیار کمیته گذاشتن که زیاد به نفع آقای ترامپ نبود. آخرین اقدامی رو که بعد از مدت‌ها که فشار آورده بودن به وزارت دادگستری که با توجه به تمام تخلفاتی رو که آقای ترامپ انجام داده چرا وزارت دادگستری اقدامی نمی کنه، بالاخره وزیر دادگستری دست به یک اقدام زد که به گفته جمهوری خواهان هجوم و یورش است به کاخ آقای ترامپ در فلوریدا و به زعم مامورین اف بی آی و وزیر دادگستری جستجویی بود که دستور جستجویی بود که به دنبال اطلاعاتی که به احتمال زیاد از خود همین افراد داخل این منزل داده شده بود که بسیاری از مدارک محرمانه و فوق محرمانه در واقع امریکا که باید تو آرشیو مدارک محرمانه و فوق محرمانه باشه توسط آقای ترامپ آمده به این خانه و اونجا جستجو کردن. قبل از اون 15 جعبه مدارکی رو که آقای ترامپ برده بودن در اخطار قبلی پس داده بود آقای ترامپ، ولی اینا تمام مدارک نبود و الان جنجالی هست که به اصطلاح طرفداران آقای ترامپ میخوان که تمام مدارکی رو که از منزل آقای ترامپ برداشته شده فاش کنه، بگن چرا این کار کرده وزارت دادگستری و وزارت دادگستری هم میگوید این مدارک طوری است که اگر ما بخوایم اینا رو منتشر بکنیم به ادامه بررسی ها لطمه میزنه، به علاوه مدارکی در بین این
به اصطلاح اسناد هست که اینها میتونه از نظر امنیت امریکا مهم و ضروری باشه. اما بگذاریم از اون چه که اینجا داره میگذره. و آخرین خبر هم در مورد بازجویی دیروز یک هیئت منصفه، اینجا یک نوع هیئت منصفه هست که هیئت منصفه در حد خیلی بالاست و از قضات و وکلای خیلی صاحب نام و معتبر تشکیل میشه و این جوری یا این هیئت منصفه مدت 6 ساعت از آقای جولیانی که در طول اعتراضاتی رو که آقای ترامپ میکرد برای همین باطل کردن انتخابات و حتی دار زدن معاونش در اون روزی که حمله شد به کاخ کنگره، اینها در واقع این مدارک الان داره جمع‌آوری میشه و کمیته ششم ژانویه هم کارشو داره ادامه میده. یکی از مهمترین مسائلی رو که دیروز و امروز تو رسانه‌ها مطرح شد، سخنان آقای مایک پنس، معاون سابق آقای ترامپ هست که ایشون میدونید بعد از این جریانی که پیش آمد و این جستجویی که شد از خونه آقای ترامپ، عده‌ای مامورین FBI رو تهدید کردن و جانشون در خطر افتاده، وزیر دادگستری رو تهدید کردن به مرگ و خواستن که بودجه FBI قطع بشه که آقای مایک پنس در صحبتهایی که با رسانه ها کرد دیروز و امروز گفت که این یکی از اشتباهات بزرگه. FBI یکی از نهادهای بسیار مهم این مملکت هست و به هیچ وجه این حرف درست نیست و باید از این تهدیداتی که بر علیه این افراد FBI شده دست برداشته بشه و این به ضرر مملکت است. خب این خلاصه ای بود از مسائل بسیار بسیار زیادی که اینجا داره اتفاق میفته. اما کارهای تروریستی جمهوری اسلامی که امروز باز افشاگری هایی شد که دست بر نداشته. جان بولتون رو براش $300,000 جایزه تعیین کرده بوده یکی از سپاهیان سابق که جان بولتون رو به قتل برسونه. در مورد آقای رشدی هم که میدونیم با 10 ضربه چاقوی یک جوان 23-24 ساله که شهروند امریکا هست و اینجا دنیا آمده، سفرهایی داشته به لبنان گویا و تحت تأثیر فتوای آقای خمینی به این کار دست زده، هستند بین هموطنان فرهیخته و خوب ما که میگویند این کاری رو که او کرده ربطی به جمهوری اسلامی نداره، در حالی که این موضوع به کلی باطل و واقعا غیر منصفانه است. در مورد دوباره سوء قصد جان مسیح علی نژاد شنیدیم و در مورد مسائل دیگه برای آقای پومپئو $1,000,000 جایزه گذاشتن و معلوم نیست که چرا امریکا به خصوص و آقای بایدن فقط رفته به دنبال بازسازی اون قرارداد برجام و بازی رو که بازی موش و گربه رو که جمهوری اسلامی الان مدت 6 ماه آغاز کرده و معلوم هم نیست به کجا بی انجامه. و این که در طول صحبتم با آقای خورسندی عزیز در این مورد و صحبتی که دکتر منصور فرهنگ با من داشتن
صحبت خواهم کرد و استدعایی خواهم کرد که در ضمن صحبت با آقای خورسندی مطرح میکنم. آقای خورسندی عزیزم سلام عرض میکنم و ممنونم از اینکه لطف کردین و این فرصت رو دادید که در خدمتون باشم و بتونیم با همدیگه درد دلی بکنیم راجع به آنچه که داره میگذره و این نظام ولایی بسیار بسیار مهربان و انسانی و طرفدار حقوق بشر برای ما رقم زده و همینطور کارهاش ادامه داره. خود شما یکی از اون کسانی بودید که مورد لطف قرار گرفته بودید و خوشبختانه جان سالم به در بردید و این ماجرا مدت نزدیک به 43 سال هست که کارهای تروریستی و ببخشید کشتار جمهوری اسلامی در دنیا ادامه داره. امریکایی رو که گفته میشد مسئول هست و دور هست از این کارهای تروریستی هم دیگه مسئول نیست و نمونه هاش رو دیدیم و میبینیم. نظرتون رو میخواستم جویا باشه. سلام میکنم، ممنونم که منو دعوت کردید. سلام به هم میهنان عزیزم در هر جای دنیا که هستند و به حال خیلی خوشبختم و خوشحالم اینجا، ولی نفهمیدم سوال خصوص رو متوجه نشدم. با من آقای منصور فرهنگ گفتیم یه خودی من قاطی کردم. فرهنگ میگوید که برای یک بار هم که شده ما کاری بکنیم که به هنگام ورود رئیس جمهور قاتل ایران که دستش تا آرنج به خون مردم و جوانان ما آلوده هست، یک پارچه هر جای دنیا که هستیم تظاهراتی رو راه بیاندازیم و اختلافاتی رو که با همدیگه داریم بدون این که به فحاشی بکنیم به هم دیگه، بدون این که بخوایم نظرهای خودمون رو اونجا مطرح بکنیم، دیدگاه‌های سیاسی خودمون رو مطرح بکنیم، با چون گفته میشه که به هر حال رئیسی احتمال زیاد داره که بیاد برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل و سخنرانی در اونجا. و این صحبتی بوده که آقای دکتر فرهنگ کردن و جمع کثیری هم از همفکران ایشون پیوستن و دارن این تلاش رو میکنن که یک همچی اقدامی صورت بگیره. شما چیه نظرتون؟ من کاملا موافقم و البته متاسف میشم اگر که به او به این آقای رئیسی ویزا روادید و اجازه ورود به آمریکا بدن در حالی که او شریک جرم مستقیم قتل های هزاران جوان ایران در تابستان 61 یا 67 و جای تأسفه که بهش ویزا بدن و جای سرشکستگی است برای ما ایرانیان، ما اپوزیسیون ایرانی. باز اگر نتونسته باشیم تا به حال کاری کرده باشیم در خارج از کشور، دولت آمریکا یک چنین جانوری ویزا بده. البته بگذارید محضور دولت آمریکا رو هم انصافا در نظر داشته باشیم. فکر کنم حسین جان که اینجا قصه سازمان ملل متحد هست که حالا مقرش در نیویورک اگر که
قرار بود ایشون به خاطر نیت دیگری به آمریکا بیاد، خب مسئله ویزاش خیلی با مشکل روبرو میشد. الان رو نمیدونم قانون چه میگوید در مورد این آمدن ایشون، لابد مستثنا میشه ایشون از ممنوعیت ورود به عنوان قاتل، چون میخواد که در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه، نمیخواد که سفری به آمریکا بکنه. درست میگم؟ بله بله. ولی حاجی جان یک نظر دیگه هم که من شنیدم از بزرگانی که در برنامه هستن، امروز من با سرکار خانم مهرانگیز کار صحبت میکردم، میگفتن بعید نیست که جمهوری اسلامی با ترفندی و اون ترفندهای آخوندی که بلده رئیسی رو نفرسته و یک کس دیگه ای رو بفرسته، و این هم جزو فرضیات و حدس هایی هست که زده میشه که ممکنه یه همچی کار رو بکنن اینا. ولی چون... برحال آبروی خودشون رو حفظ میکنن که اگر رئیسی رو نفرستن، ببیشه که رئیسی ممکنه اینجا هم بیا اختیار کنه از اون دکترهایی که توی تاجیکستان بهش دادن یه لاف کرسی هم باید اینجا تنش کنه، خواستم بگی که پالتو من پالتو دکتریه، من رو بیاری طرف کنم سردمه. به هر حال هر کسی دیگری رو هم جای او بفرستند، همونقدر نفرت ما برو باد که بر رئیسی هست، که بر خامنه ای هست، که بر تمام پرقیچی های این حکومت ننگین هست. و درود ما بر ایرانیان مقاوم داخل کشور، به همه زندانیان سیاسی، به تازه ترینشون سپیده رشنو، به دیگه اسم نمیارم او رو، به عنوان نماینده همه مبارزان فعلا داغ‌تر از همه هست میگیرم و یاد میکنم و درود میفرستم برو. اما راجع به سلمان رشدی که گفتید و من رو هم قاطی کردید، خب البته مورد ما با هم از این جهت فرق میکنه که مورد من رو اونطور که آقای مصباحی که مأمور امنیتی حکومت میبوده است در اون مقطع 1984 در اروپا میگوید، تو دادگاه میکنوس گفت که او دستخطی از خمینی رو برای این تروریستای مراکش الجزایری ترجمه کرده است، اون دستخط به بعد پارش شد. مار سلمان رشدی تفلک یک فتواست، فتوا به قول این کلمه اصلا اومد تو دیکشنری آکسفورد، چنان که میدونیم فتوا یک فتوایی است که FBI یا نمیدونم مقامات امنیتی آمریکا خیال میکردن که مشهدی که فتوا میده وقتی که میمیره فتوای او هم با مرگ او فسخ میشه، ولی دیدیم که نشد و به قوت خودش باقی بود. این روزها تو لندن در کنار خبرهای یورش به خانه آقای ترامپ در آمریکا، در لندن هم صحبت هست که در مقابل منزل خانه یکی از کثیف‌ترین موجوداتی که در جمهوری اسلامی رخ کرد و بعد به انگلستان آمد و پناهنده شد، آقای عطا مهاجرانی که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی می بود و او هست که حتی متهم هست که فکر
فتوا رو، فکر چنین فتوایی رو به سر خمینی انداخته است و این اتهام رو هم اگر از او پس بگیریم و ما براش کنیم، این یقینی که خودش بهش افتخار میکنه هست که کتابی نوشته است در تبیین روشنگری توجیه بی حق بودن فتوای آقای آیت الله خمینی، و به همین دلیل است که با عملی که اون جوان 24 ساله نادان هادی مطر کرد در مورد سلمان رشدی، نام درخشان عطا مهاجرانی بار دیگر در رسانه های خارج از کشور نئونی و درخشان شده و قرار است که روز شنبه ایرانیان مبارز و آزادی خواه به اعتراض در تشویقی که ایشون کرده از هر آن کس که بخواهد سلمان رشدی را بکشد با کتابی که به قول خودش میگه و 30 بار تجدید چاپ شده، حالا هر بار چند تا نمیدونم، به هر حال و میگه حق الزحمه ای که حق تحریری که از این کتاب گرفتم بسیار گوارا و شیرین بود. برای من یک چنین موجودی متاسفانه در لندن، در بریتانیای کبیر، در اروپا، در دنیای ما زندگی میکنه، زندگی میکنه و شنبه قرار است شاید هم به هم بخوره این قرار، نمیدانم، اصلا نمیدانم که این برنامه ما بعدن چه تاریخی پخش میشه. بله، امروز پنجشنبه است که برنامه داره ضبط میشه و روز یک شنبه پخش میشه. که خب، پس خیلی ممنونم که این توضیح رو دادی. بنابراین دیروز که شنبه میموده است، من نمیدانم که این تظاهرات در مقابل این آقای منظر آقای مهاجرانی انجام شده یا نه، چه انجام شده باشه چه انجام نشده باشه، ننگ بشریت همچنان که باید بر خمینی باشه، همچنان که باید بر پیشانی خامنه ای باشه، همچنان که باید بر پیشانی رئیسی باشه، همچنان بر پیشانی عطا مهاجرانی خواهد بود. بسیار پررنگ تر از داغ ننگی که بر پیشانی این جوانک نادان ابله تحمیق شده هادی مطر بر پیشانش باید باشه. هادی مطر اصلی، من اینجا دو خطی گفته بودم براتون بخونم. ای عطای مهاجر جانی، برای عطای مهاجری گفتم، چه روزگاری است حسین جان. شعر آدم، کلام آدم، سروده آدم باید آلوده چه نامهایی بشه، ولی به هر حال گزیری نیست وقتی که قرار است که افشا بکنی، وقتی قرار است که نشان بدی بعضی ها چیزگونه بعضی هایی هستند، اسمشون رو هم توی نوشت میاری. ای عطای مهاجر جانی، تو به واقع چگونه انسانی؟ ای جنایتگر حقارت کیش، هادی مطر تویی نمیدانی؟
بعد اینها این جمهوری اسلامی اینقدر این جنایت ها براش عادی که نشد، یاوره بسید این براتون بگم، توی این دادگاه میکنوس آقای مصباحی مأمور امنیتی جمهوری اسلامی خب به هر حال حال محبتی به من کرده در راستای دعوایی که خودش با جمهوری اسلامی داشته، در کتابی که انتشارات نیما در آن را منتشر کرده متن گزارش ها و گفته های آقای مصباحی و مبقیره در دادگاه رو در کتاب هنوز در برلین قاضی هست که رو اینترنت هم هست، میگه که من دستخط خمینی رو برای اینها ترجمه کردم، میگه دستخط رو آقای موسوی زاده یا هاشمی، اینو الان دو تا اسم دارن جمعا هاشمی یا موسوی زاده، شوهر خانم معصومه ابتکار، بله بله، به ایشون به من داد، من ترجمه کردم زمانی که به آقای رئیس شهری وزیر اطلاعات بوده، اینو خواهم بگم. بعد میگه ما به تهران مخابره کردیم که فردا جشن رو راه میاندازیم، چیزشون خودشون رمز مخابراتشون برای یک چنین عملیات دلانگیز این بود که فردا. من وقتی میخوندم این کتاب رو و این اصارات آقای مصباحی رو هر حالتی که داشتم این خنده در گرفتن هم همراهش بود که خنده هم گرفته بود، که بعدم اونا میگن که اینا فردا ما جشن را میاندازیم، اونا میگن که موفق باشید، امیدوارم که در جشن به تو خوش بگذره، که البته خوش نگذشت، میشون به من خوش گذشت، برای بیخبر بودم چه اتفاقی داره بیفته. آقای مصباحی با پلیس انگلستان تماس گرفت. باید جون توضیح بیشتری بدی. حسین جون گوش نمی گوش نمیدادی حسین جون. چرا دارم با تمام حکایت این بود که خب اون اتفاقی که اون شب قرار بود بیفته، اون جشن که اونا قرار بود برگزار کنن نشد، و به من میگم خوش گذاری، من که فرداش پلیس به ما خبر داد که باید دکاره بکنی که کردیم، اما من نمیدم ده سال بعدش چند سال وقتی که دادگاه میکنوس تشکیل شد، آقای مصباحی اومد اینها رو در دادگاه میکنوس گفت، یعنی اومده بود آقای بنی صدر معرفی کرده بود ایشون که از شاهدی باشه بر عملیات جنایتکارانه جمهوری اسلامی در دادگاه میکنوس، مورد اصلی که ایشون عنوان کرد و در اختیار دادگاه گذاشت همین ماجرا بود، و در جریان برگزاری دادگاه میکنوس و در جریان اینکه قرار بوده جشنی به پا کنن به اون صورت اسمش رو شدن جشن و پایکو میشه نگفته بودن در جریان قرار گرفتیم، بعدش بگیره در اون زمان حادثه فقط یک کمی مجبور شدیم که هرچی پلیس میگه گوش بریم. حالا بگذاریم اصلا از این قصه های تلخ و خشن، بگذاریم من برای اینکه فضا هم از خودم هم از این حالت در بیام، شنوندگان
تماشاگران عزیز شما را هم از این عوالم دور کنم، برای ایران یه شعری بخونم اگر وقت داریم حسین جان؟ وقت داریم هادی جان. فقط میخواستم تأکیدی بذارم روی صحبتی که کردیم در مورد اعتراضات سراسری ایرانیانی که خارج از کشور هستن، هر جای دنیا که هستن، چون در زمان ورود احمدی نژاد هم به سازمان ملل گروه های زیادی از جمله از طرف تلویزیون پارس که من اونجا کار میکردم رفتیم به نیویورک و واشنگتن و تظاهراتی بود، و متاسفانه به جای اینکه این افراد بیان و اون هدف اصلی رو که میتونست مؤثر باشه، البته خب احمدی نژاد کسی رو در لااقل ما میدونیم که کسی رو نکشته بود و در قتلی شرکت نداشت، فرق میکرد با این جانی امروزی که رئیس جمهور ایرانه، ولی اختلافات تحت شعاع قرار داد تمام اون هدفی رو که باید میشد. گروهی که اون موقع گل کرد و عدهش هم خیلی کم بود، ولی سر و صدا و جنجال و ساز و دهل و کارهایی کردن که همه توجهات رسانه‌ها جلب شده بود به اونها، مجاهدین بودن. خب بله، اونا معمولا پیش قدم میشن، همت میکنند، امکاناتشو دارند و عزمشو دارند، و خب گروه متشکل دیگری قرینه اونها یا کمتر و بیشتر از اونها نداریم دیگه. وقتی نداریم، مثلا فرض کن آیا مثلا شاهزاده رضا پهلوی هم چنین چیزی پیشنهادی میکنند که ایرانی به این رهبری میخواد؟ حالا جلوی سازمان ملل رفتن و جمع شدن، خب ساعتی داره، روزی هست یا دو روزی هست؟ در بقیه کشورها کی کجا چجوری توی برهوتی که مردم نمیدونن کجا برن چیکار بکنن؟ من از آقای منصور فرهنگ خواهش میکنم، من ندیدم برنامه شما رو این که دارید میگید، که تشریف بیارن یه خود دقیق تر بگم مثلا جلوی کنسولگر این اون وقت اجازه قبلی باید گرفته بشه، جلوی هر جا که میخواین تظاهر کنن. اینطوری نیست، رهبری میخواد. بله، رهبر. یا مردم برن بپیوندن به تظاهرات ها، حالا تظاهرات هم با جمع ببندیم، به تظاهرات هایی که مجاهدین میکنند و از نظر ما هم به هر حال مقبول و مبارک و میمون هست، جمعیت اونا رو بیشتر کنن. حالا کسی بهشون نمیگه مجاهد، خود اصلا بدتر. خب یا بیان سازمان را بندازن، از دو حال خارج نیستش که دو تا کار بیشتر نمیشه کرد. من فکر کنم که بیایم اگه قراره که اختلافات کنار بذاریم، خب این سفره آماده ای که مجاهدین میندازن، شما برین یه کاغذ درست کنین، مثلا ما جز مجاهدین نیستیم، مثلا ما جز شورای ملی مقاومت نیستیم، دستتون بگیریم. بله، اونجا بسین. در حالی که آخه اینایی هم که جمع میشن اونجا، بس ما میگیم بهشون مجاهد، اونها میگن ما مجاهد نیستیم. اونها بله، برای مجاهد یک تعریف دیگری دارن که خودشون هوادار میتونن. هوادار. بله. هادی جان به گوش هستیم برای شنیدن اون شعر. آره، اول که یه دو بیتی بخونم، اون ربایی بخونم که میگه بی تو نه امور این جهان لنگ شده، بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان
جن شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خوشت، اما دل من برای تو تنگ شد. راجب این تظاهرات بگم، این روزها توجه ها جلب شده به صحبت هایی که خانم شعبان فرح در مزار محمد رضا شاه گفتند، که با یه روزنامه ایتالیایی مصاحبه کردن راجبه که مردم علاقه مندن سلطنت به ایران برگرده و منم میخوام برگردم. الان که توجه ها ایشون جلبه، چرا یه فراخوان خانم شهبانو ندن در مورد آمدن رئیسی به آمریکا؟ بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، نه اینکه بشینیم و نگاه کنیم و یا حسرت بخوریم یا افسوس بخوریم یا حسادت بکنیم که چرا مجاهدین میکنم و نمیکنم. میتونید بکنیم، نمیتونید کمک کنیم. به نظر من مرگ بر رئیسی جمهوری اسلامی و اینو من حتما سهم خودم ادا کردم، ولی نه اینجا اگر تظاهراتی اعلام بکنن دوستان، سعی میکنیم که بریم. من حالا این بحث رو بخواد شما جمع کنید، من همینجا از همکار دوست عزیز و دانشمندمون آقای منصور فرهنگ خواهش میکنم تو برنامه بعدی شما ازشون خواهش کنیم بیان. اینا اگر که متدوشک باشه، ساعتش مشخص باشه، ساعت که اون بابا میره به سازمان ملل با ساعت که ما در لندن بیداریم و خوابیم فرق میکنه. یک فراخوان متدوشک متدلمعال باشه که مطابق ساعتهایی که وقت آمریکا، وقت این ور آمریکا، وقت این ور اروپا، یه چیزی که انعکاس رسانه‌ای داشته باشه در رسانه‌های غربی اتفاقا، نه در کانال شما و من و اینا که ما بیاسوت دلان گرده هماییم که نمیخوایم باشیم که در دقیقاً صحبت دکتر فرنگ اینه که باید انقدر این بزرگ باشه و به اصطلاح فراگیر که رسانه های بین المللی مجبور بشن به انعکاس دادنش. بله، من تو سفر اخیری که در فوریه گذشته سند گذشته در آمریکا بودم، با یک جوانی آشنا شدم به اسم ابراهیم زاده گمان میکنم. بله، یه جوان مبارز و خوشفکر. او رفته بود £10,000 $10,000 داده بود اون ساختمون دیوار بلند مقابل نیویورک تایمز رو، نمیدونم در جریان هست یا نه. بله. اونو اجاره کرده بود نمیدونم برای چه مدتی و علیه جمهوری اسلامی، اونجا باز جزئیاتش یادم نیست. بیانیه گذاشته، خب $10,000 ببینید اگه این کار نکنین جمهوری اسلامی از این $10,000 را زیاد داره که خرج کنه، میرسن و ساختمان رو میخره. تا فرصت های این چنینی هست و میتونیم رسانه های غربی رو توجهشون جلب کنیم، من بگم که غفلت نکنیم. همین هادی جان، میشنویم رباعی زیبات. به حرفای من گوش نمیده اصلا. چرا گوش دادم؟ روبایی ما خوندم. نه نبود. گفتی یه قطعی هست که چقدر وقت داریم، من فکر کردم شعر بلندتری رو اون با هم که صحبت کردیم قرار شد اون شعر قشنگ تو بخونی برام. آره میگم لابا روباییم زیبا نبود. روبایی زیباست و من حفظم. روبایی تو حفظم اتفاقا. آره روبایی تو حفظم، چون اون دوستمون پرویز یوسفیه. آره اون رو در یه موردی به کار برده بود که متاسفانه طرف مربوطه مثل این که مثل من حالیش نبود، نفهمیده بود. و بگذاریم
یه چیزی گفتی هم من نفهمیدم هم من جهنم بینندگانت هم نفهمیدم. تبریز یوسفی کسی ازش کدورتی پیدا کرده بود و این رباعی شما رو خونده بود، واسش نوشته بود و فرستاده بود و او به جای این که بیاد این قهر بیجاشو کنار بگذاره همونطور به بیمهری خودش ادامه داد. شاید از من خوش شاید از من خوشش نمیمده. نخیر فهم درک اون روایی قشنگ تو نداشت. وطنم رو نبرین دوستش دارم، وطنم رو نبرین دوستش دارم، وطنم رو نبرین آرش دارم، دو سه تا عکس قدیمی روی دیوارش دارم، وطنم رو نمیدم، میخوام که توش سفر کنم، شبا رو رو پشت بومای وطن سحر کنم، پچه‌بندم رو میخوام روی دماوند بزنم، صبح پاشم به گلهای دامنه لبخند بزنم، در دل صحرا میخوام از چشمه ها جاری بشم، در دل صحرا میخوام از چشمه ها آب بخورم، با نمک های کبیر خیار دولاب بخورم. وطنم رو نبریم، میخوام برام قصه بگه، قصه های قدیمی سرباز و سربسته بگه، قصه رستم و اژدها و دیو، قصه ایرج و سودابه و گیف، قصه تختی و گردآفرید و حسین کرد، قصه دوستی که قالی بهارستان رو برد. وطنم نقص نداره، تو هیچ کجاش دست نبرین، مرز پرگوهرش رو پیش نبرین، پس نبرین. وطنم میخوام که یک تکه و یک پارچه باشه، صاحب جزیره و دریا و دریا چه باشه. توی ایوون وطن گلدون گذاشتم جماعت، تو اونا بنفشه و شمدونی کاشتم جماعت، بعضی وقتا میشینم حرف میزنم با گلدونا، از فراق هزارون لاله میگم واسه اونا. وطنم رو نمیدم، میخوام باهاش صفا کنم، تو سرابای کبیر دلم میخواد شنا کنم، من دلم وطنم رو نمیدم، میخوام باهاش صفا کنم، تو سرابای کبیر دلم میخواد شنا کنم، من میخوام در دل رودهای وطن جاری بشم، تو خلیج فارس میخوام مرجان و مرواری بشم، آبلم رودهای کارون میخوام آواز بخونم، شب تو نخلستونای کنار ساحل بمونم، من میخوام تو دریای مازندران ماهی بشم، من میخوام تو زاهدان کبوتر چاهی بشم. کاش میشد تو کوچه ها تنین آواز میشدم، باشه واسه عاشق لار تبریز صدای ساز میشدم، کاش که میشد سایه یه سرو آزاد باشم، توی ویرانه پیر احمد آباد باشم. وطنم رو نمیدم، میخوام باش گپ بزنم، بپرم بالا پایین، راست بزنم چپ بزنم، قصه مشروطه رو میخوام باش مرور کنم، میخوام از راهی که رفتیم دوباره عبور کنم، تو بناهای وطن میخوام که جست و خیز کنم، تخت جمشیدش گردگیری کنم، تمیز کنم، سر به دشت مرغاب و سر به پاسارگاد بزنم، اگه کوروش خوابیده پس نباید داد بزنم، از اونجا پرس زنون به شهر شاعرا میرم، واسه سعدی شیراز خال حافظ میگیرم، من میخوام تو حوض نقاشی تاریخ بپرم، رستم رو به مجلس شانوم خونی ببرم، من میخوام سلام به فردوسی توسی بکنم، با تمام قهرماناش دیده بوسی بکنم، من میخوام خونه همسایمونو در بزنم، واسه دلداری دادن به آدماش سر بزنم، دو سه روز با
مردم هرات و کابل بمونم، پا به پاشون غزل سعدی و حافظ بخونم. من میخوام چراغ مسجدها رو خاموش بکنم، حضرت آدم و باقی رو فراموش بکنم. من میخوام بندگی ها بردگی ها چاره بشه، زنجیر نحس عقب موندگی ها پاره بشه. وطنم رو نمیدم، مهر وطن تو جونمه، گلوبول های وطن تو قطره های خونمه، وطن اکسیژنمه، نفس نفس وطن وطن وطن، احساس نفس کشیدنه تو جون من، توی هر موی رگ من وطنه، توی اخلاق سگ من وطنه. وطنم رو نمیدم، میخوام باهاش صفا کنم. من میخوام آدم های قدیمی رو صدا کنم. من میخوام پرندشم میهنم و پر بزنم، از فراز چل ستون به بی ستون سر بزنم. میخوام از دور کاخ شیرین رو تماشا بکنم، شاید اونجا تیشه فرهاد رو پیدا بکنم. من میخوام یه مدتی اطراف دزفول بمونم، دوره دکترامو تو گندی شاپور بخونم. من میخوام گذشته رو بغل کنم، زار بزنم، توی ارگ بم برم، سرمو به دیوار بزنم، با دل خون لب ایوون مدائن بشینم، اون همه شنیده رو با چشم عبرت ببینم. من میخوام گریه بشم، عشق بشم، زهر بشم، مرسی خون کمی این ده و اون شهر بشم. من میخوام گریه بشم، عشق بشم، زهر بشم، مرسی خون غم این ده و اون شهر بشم. من میخوام دردای تاریخم رو ابراز بکنم، بغزم رو تو خشکی زاینده رود باز بکنم. من میخوام تاریخم رو با چشم روشن ببینم، رفتار مردم ها رو با دوست و دشمن ببینم. من میخوام پنجره ها رو باز کنم، باد بیاد توی این چهار دیواری، عدل بیاد، داد بیاد. من میخوام بندی های بیگناه رو شاد کنم، تا تو خوابن حاکما اونها رو آزاد کنم. وطنم رو نمیدم، به کس کسونش نمیدم، کسی خواست دست بزنه بهش امونش نمیدم. وطنم با من رفیق، وطنم با من عیاق، دل اون پر از گلایه، دل من پر از فراق. وطن از دوری من دلخوره، درکش میکنم، تو خوابم نمیدیدم، یه روزی ترکش میکنم. حسین عزیز، تا اینجا ناتمام این سروده رو به شما تقدیم کردم، میگذارم بقیهش رو در برنامه دیگه کامل بخونم. سوالات زیاد داریم، یاد مسعود اسداللهی هم بسیار بسیار گرامی و در جریان خواهم گذاشت شما رو، شاید بتونیم مراسمی براش اینجا برگزار بکنیم که شایسته او باشه. امیدوارم. با سپاس از بینندگانی که با ما بودید، از هادی خورسندی گرامی و عزیز که وقتش رو در اختیار گذاشت و متاسفانه سوالات بسیاری نشد که باش در میون بگذاریم، و با سپاس از آقای کیهان، رضا کیهان، که مثل همیشه هدایت برنامه رو به عهده داشتن. روز و روزگار به شما خوش.